اولا 5 روز 6 روز مونده، 8 روز مونده، 7 روز مونده به 22 بهمن تو اون رادیو جعبه یه چند تا آگهی گذاشتین. از دیشب هم چون پریشب من گفتم ما دیگه آلت دست حزب مشروطه و اصل و پسل و رکی و پکی و نمیدونم فواد و این حرفا نمیشیم. من میدانستم شما بلا فاصله میرید پیش شهرام، ما هستیم و اونجا رو برای خودتون ستاد میکنین، اونم بچه زرنگیه. من به یاد دارم وقتی ما بچه بودیم جوان بودیم یه سری تو ایران بودند، من تو دانشگاه تو دبیرستان اینا دائما کیهان و اطلاعات رو میخریدن و میرفتن تو صفحه مراسم ترحیم و تسلیت و اونایی که مرده بودن ببینن شب 7 که یه چله که یه نمیدونم کی دفن میکنن، برن یه چلو کبابی یه قیمه یه چیزی بخورن. دائما هم برنامهشون پر بود، هر روز هم غذاشون رو میخوردن. شهر همایون هم همین مسئله است، منتظر ببینه کجا یه چیزی به نفعشه. تارم جو بی تو بی تو بی تو بی تو بی تو ما حالا همینجا تو همون 22 بهمن همون 600 نفر هم که بیان تابلوهای ما هستیم و میبریم بالا. من با زیار میدونم تو مو میبینی من پیچشمو، یه سری هم برای این که بتونن عقده هاشون رو خالی کنن شده با خود حکومت اسلامی هم میرن میشینن که مطرح باشن. امسال پارسال 8 تا اتوبوس از اورنج کانتی از گلندل همین سعید سکویی و مردم محترم و باشرف تهیه کردن، مردم رو اووردن. 1001 کار کردیم تا مردم اونجوری اومدن. محترمانم بایستادیم باز دیدیم تشکیلات تو دست همون گروه پلاسیده درب و داغون تشتک های وارونه پیسودی دوزاریه اومد. ولی گفت پیش خودمون گفتیم آقا دیگه نمیام دم این سوراخ ما رو بگزم. بازی بازی ما هستیم امسال، بازی بازی اینه که همون بازی که در جشن بزرگداشت پادشاه ما کردن شهرام رفت بالا ما هستیم بازی را انداخت. یعنی کاسبی، یعنی نوندر آوردن، یعنی سیاه بازی، یعنی امتداد و استمرار رژیم کثیف و آخوندی. اگر آبی به کفشتون ریگی نبود مگه فقط سازمان پشمه و نمیدونم سازمان چیچیه و اونه همین 7-8 نفر شما هستین با هر سال تظاهرات را بده، چرا به رسانه ها یک دونه آگهی نفرستید که یه دونه مسئله که آقا این کمیته کیان کیان ما رفتیم و کردیم و تموم شده، بیا اینو کوچیکانو بشینه حالا بیا اینا حرفا رو نداریم تمام شد. بکشید خودتون رو، نمیتونید بیشتر از 500-600 نفر بیاری، تموم شد رفت. تظاهرات بالای 10,000 نفر و الا به یه طریقی به رژیم کثیف اسلامی وصله. دیگه من نمیام خودم رو کوچیک کنم برم قاطی 300 نفر اونجا بیستم، شما همون بوش وایسید و بخندید و پوزخند بزنید، اربابتون هم براتون دست بزنه. تظاهرات بالای 10,000 نفر، کم کمش 5,000 نفر. دوباره همون بازی. اون زمان رادیوی اصطلاح مروتی بود و حزب مشروطه برنامه ها رو میچیندن و کنترل میکردن، حالا رادیو و ما هستیم و تلویزیون شهرام و این همین رینگول فنگولا داره هم میشینیم از دیشب و 3 شب دیگه هم بشینید مردم بیاین مردم بیاین چیکار کنن؟ اون کوچولو بره بالا واسه من رئیس بازی در بیاره، اونا هم برن اونجا و بعدا راه بیافتیم و بریم و برگردیم خداحافظ، آبرو حیثیتمون بره. نمیکنی میکنم همون شد رفت. مافیا بازی تو این شهر فینیتو. حزب مشروطه همون حزبی است که 2 دوره از خاتمی حمایت کرد. حزب مشروطه همون حزبی است که 15,000 نفر جمعیت وقتی میمد عکسای شاهزاده رضا شاه دوم رو داده میگفت نیارید. بزرگترین صدمه ها رو حزب مشروطه به طرفداران نظام پادشاهی زد. همون نکبت داریوش و همایونشون کم به پادشاه های ما تو نمشاش فحاشی کرد و دیکتاتور بود و چیچی بود و استبدادی بود. اگه دیکتاتور بوده تو غلط کردی وزیر شدی پاشو میبوسیدی، چقدر میشینیم چوب شما رو بخوریم. حالا باز بعد از 30 سال شما نکبت ها بخواییم برید بالا و اونجوری باشین و اینجوری بکنی، ایمپاسیبل نو مور.
این تابو رو من پارسال شکندم، امسال هم یه 150 تا قرازه داره هم جمع میشید، امیال و اهداف رژیم اسلامی رو پیش میبرید. تظاهرات میخواستید را بندازید، از 3 ماه پیش باید روش کار میکردید، از 3 ماه پیش باید برنامه هاتون رو میریختید، نه 6 روز مونده به یک شنبه. مگه با دسته کورا طرفید؟ من چه میدونم شما کی هستید چی کار میکنید؟ حالا بعد از 30 سال تظاهرات 22 بهمن بیافته دست اون شالاتنه، ما هستیم ما هستیم، هر کی هر ساینی میخواد بیاره، هر کی هر عکسی میخواد بیاره، من میدونم برنامه شما چیه. اون تمام ورقه های تسلیت و مراسم تحریم و به خاک سپاری رو شب تا صبح تو جلوش داره ببینه کجا چلو کباب میدن، کجا یه قیمه پلوه، کجا یه خبری شیرجه بزنه روش. بهترین موقعیت بود شما در بوداغونه برین پیشش بشینید. مگه مراسم بزرگداشت با شما مونه نفرستیدش نیم ساعت بالا سیاباز رو؟ میریم و برمیگردیم. عرض ادب دارم خدمتون، سعید سکویی هستم در سنگر مبارزاتی آریامهر، سنگری که برای براندازی و سرنگونی رژیم کثیف، خونخوار، مافیایی، فاشیستی، دینی و اشغالگر خاک ایرانمون در جنگ و ستیز با این حرامیانه، با این مرگافرینانه. تعارف و رو در بایستی هم با هیچ کس نداریم، محکم هم جلوی رژیم کثیف آخوندی، مزدوران و جیرخاران و پلاسیده ها و ابله هایی که 30 سال ما رو در این منجلاب نگه داشتن ایستادیم و ایستادگی خواهیم کرد. امسال در 22 بهمن خشم و کینه و نفرت تک تک ما با رژیم اسلامی است، ولی بعد از 30 سال باید تکلیف خودمون رو با مافیای قرازه‌ای که در این شهر تظاهرات 25,000 نفری رو به 500 نفر رسوند، روزی که شاهزاده رضا پهلوی، اعلی حضرت رضا شاه دوم 3 روز تشریف آوردن اینجا و حزب مشروطه مثل همیشه میداندار بود و در تمام طول 3 روز 1,000 نفر نیامدند، این خواسته حزب مشروطه و همون هاییست، اون رادیوی جعبه‌ای و دیگرانی که ما رو به این حال نزار انداختن. با رفتن آقای مروتی حالا یک کانکشنی بین رادیو صدا ایران و تلویزیون کانال 1، حزب مشروطه دلال وسط و چند سازمان ریز و درشتی که این وسط با علم به این که وطن پرست هستند و مبارز هستند، لالوی اینها همباره دست و پا میزنند و مطیع اونها میشند. امسال مردم لس آنجلس، کالیفرنیای جنوبی نشان خواهند داد که دیگه اسیر دست این قرازه ها نخواهند شد که برای ما تصمیم بگیرند و برن پشت پرده بشینن، 4-5 نفر بشینن و دوباره همون بازی ها و دوباره همون کتوله ها و دوباره برید اونجا بشین، برید این بازی ها دیگه نیست. امسال قدرت رادیو صدای ایران و تلویزیون شهرام همایون و حزب مشروطه و این چند تا سازمان 7-8-10 نفره روشن میشه و مردم جواب میدن و خودشون رو برای اون گرد همایی بزرگ 10-15-20,000 نفری دارن آماده میکنن. اگر ریگی به پاتون نبود به کدوم رسانه شما یه چیزی فرستادید، نامه ای که این کمیته کیان، اعضایش کیان، کیا هستن، که البته دیشب روشن شد حزب مشروطه ما نشستیم و با این و اون نشستیم و تصمیم گرفتیم و کمیته متحد تشکیل دادیم. 30 سال دارید این بازی ها میکنید. باز دوباره بیایم زیر چتر شما دوزاریا؟ impossible. پارسال جلوش رو گرفتیم، امسال هم شما جوابتون رو از مردم میگیرید. با احترام برای زیاد تابایی که دوستش هم دارم، تا روزی هم که احترام متقابل داشته باشیم بنده این احترام رو حفظ خواهم کرد، ولی دیگه اسیر دست شماها بازی